امروز ما وقتی که آثار و نوشته ها و نطقه ها و اینا رو میکنیم خیلی میبینیم که چقدر اینها آگاهانه به مسائل برخورد میکردن و حاضر بودن حتی جان خودشون رو در این را از دست بدن. دکتر مصدق از نظر من که دانشجوی تاریخ هم علاقه به تاریخ ایران دارم، تاریخ سیاسی، آخرین در واقع انسان بزرگی بود که در تاریخ ایران حضور پیدا کرد و موفق شد درسته کل قدرت سیاسی رو در دست نگرفت، مثلا برخلاف مثلا لنین که در انقلاب 1917 کل قدرت رو در دست گرفت، ولی دکتر مصدق حداقل قدرت اجرائیه رو برای 27 ماه گرفت و در اون 27 ماه دکتر مصدق برنامه مطرح ساخت که امروز بعد از 60 سال ما میبینیم که اون برنامه امروز هم به قوت خودش باقی است. اگر ما میخواییم در ایران آینده ایران دموکراتیک مستقل آباد و شکوفان به وجود بیاریم در یک مرحله مسلماً طولانی، باید اون سیاست رو ما باید در ایران پیاده بکنیم و اونم این بود که دکتر محمد مصدق اعتقاد بسیار بسیار عمیقی به این امر داشت که سیاست خارجی ایران باید در خدمت سیاست داخلی ایران قرار بگیره. یعنی در ایران تجارت، تولیدات، صنایع به خاطر نیازمندی ها و تقاضاهای مردم ایران بره جلو تا به تقاضاهای بازارهای بین‌المللی. این دکتر مصدق با ملیش کردن صنعت نفت عملا میخواست که در ایران نه تنها فقط صنعت نفت، صنایع دیگر در خدمت نیازمندی های بازار داخلی قرار بگیره و این امروز هم به قوت خودش بابیست. بعد از 60 سال ما میبینیم که علت بزرگ بدبختی های مردم ایران امروز از نظر اقتصادی دقیقا به این خاطره که در ایران تمام تولیدات و تمام فعالیت ها در خدمت بازارهای خارجی است. نفت که بزرگترین جزء درآمد ملی ایرانه، خیلی بزرگه، یعنی مقدارش و مثل عربستان سعودی و اندونزی درآمد ملی ایران رو در بر میگیره، این نفت و مثل آب میفروشن و کوچکترین رابطه با نیازهای مردم ایران نداره. امروز کشور ایران اگر ما یک دولت ملی و مستقل داشتیم، این دولت اگر از محور نظام گسست کرده بود، خلعیت کرده بود، میتونست با 20% فروش نفت ایران، 80% نفروشه، 20% نفت ایران رو بفروشه و به نیازهای مردم ایران برسه، در صدی که امروز نفت ایران مثل آب فروخته میشه و هر روز هم شکاف بین فقر و ثروت در ایران میره بالا. ببینید آخه اگر ما میگفتیم که خب ایران اینجوریه، تمام کشورها هم اینجوری هستن، از آمریکا گرفته فرانسه، آلمان، شکاف بین فقر و ثروت زیاد میشه، درسته، ولی امروز ما شاهد کشورهایی هستیم که اونها هم مثل ایران کشورهای عقب افتاده بودن، توسعه نیافته بودن، ولی امروز با دولت‌های ملی که اونجا سر کار اومده در اون کشورها شکاف بین فقر و ثروت نمی
نمیره بالا، میاد پایین. بزرگترین نمونه این کشورها که تا دیروز مثل ایران یک کشور توسعه نیافته بود، امروز هم خودشون میگن ما یک کشور توسعه نیافته هستیم، برزیله. بله. برزیل پنجمین کشور بزرگ جهان از نظر جمعیت و مثل ایران هم منابع داره، ولی نه به اندازه ایران. نفت ایران بی نظیره. بله. ولی امروز ما میبینیم که بعد از آقای ریاست جمهوری لولا و جانشینش، امروز برزیل مسائل بزرگی داره مثل هر کشور توسعه نیافته، ولی شکاف بین فقر و ثروت در اون کشور عوض این که بره بالا افزایش پیدا بکنه، میاد پایین و کاهش پیدا میکنه و گتوها و اون زاغها و کوخها که در کشور برزیل تا این 10 سال گذشته بیداد میکرد و مقام اول رو در جهان داشت، ریو دو ژانیرو زاغهاش و کوخهاش و اون اسلامهاش به قول آمریکایی ها بیشتر از زاغه نشینان مونباژ یا بامبئی کلکته بوده. امروز اومده و چشمگیر همه اقتصاددان ها اونایی که چه با لولا و سیاستش مخالفن چه موافقن، قبول میکنن که کشور برزیل شکاف بین فقر و ثروت و آورد پایین. البته فقط کشور برزیل نیست، کشور ونزوئلا هم هست، بولیوی هم هست، کشور اکوادور هم همینجور، کشور تا اندازه حتی شیلی هم در این چیز میفته که اقلا در شیلی شکاف بین فقر و ثروت نمیده، بله. یعنی تعمیق پیدا نمی کنه. بله. ولی در اون کشورهای که عرض کردم اسم بردم، در اون کشورها طبق گزارش سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد، ما شاهد این هم هستیم که در این کشورها بله شکاف بین فقر و ثروت میاد پایین. در ایران مثل ترکیه، در ایران مثل کشورهای عربی دیگر، هر روز ما شاهد شکاف عظیمتر بین فقر و ثروت میشیم. این پولاریزاسیون، این شکاف بندی مسئله بزرگیه در ایران. بله بله واقعا. و مسلما از سیاست خارجی ایران و داخلی ایران نشأت میگیره. بله. ما باید در ایران آینده دولتی رو داشته باشیم که این دولت بتونه سیاست خارجی ایران رو در خدمت سیاست داخلی ایران قرار بدیه، با تمام کشورها رابطه تجارتی داشته باشه ولی متکی به خود باشه. دکتر مصدق در نطقه‌هاش به این مسئله خیلی خیلی اشاره کرده. ببینید ایشون اون زمان 61 سال قبل وقتی که نخست وزیر ایران بود، قبل از کودتای 28 مرداد، ایشون معتقد بود با تمام کشورهای جهان با ایران رابطه تجارتی داشته باشه. بله. یعنی معتقد نبود که ایران یک کشور خودکفاست، ولی معتقد بود که ایران میتونه کشور متکی به خود باشه. یعنی سیاست تجارت ایران باید توسط دولت ایران تصمیم گیری بشه، نه توسط تقاضاهای بازارهای بین‌المللی. بله. این عظمت استراتژی اون زمان مصدق بود که امروز هم به نظر من به قوت خودش باقی است. و همچنان جامعهمون احتیاج به همچین اندیشه و فضایی داره. بله، افرادی که بیان از این تجربه بزرگ تاریخی مثل کشورهای دیگه، مثل آقای لولا، از این جریان، این استراتژی رو از آسمان ها نیاورد، از همون تاریخ مردم برزیل کشید بیرون. و حتی ایشون برخلاف اکثر نخست وزیران و رئیس جمهورا آدم تحصیل کرده کالج دیده و دانشگاه دیده نبود، حتی
دوران اول مدرسه رو اینا رو هم تمام نکرده بود. ولی ببینید چه در کشور بزرگی مثل برزیل چه شاخه‌هایی زده که کشور برزیل امروز شکاف بین فقر و ثروت در کشور برزیل میره. در اینها CMP یعنی درآمد ناخالص ملی کشور برزیل میره بالا، مثل ترکیه، مثل ایران، مثل چین و مثل روسیه. برزیل هم اون درآمد ملیش میره بالا، یعنی رشد اقتصادی رو داره. برای این رشد اقتصادی در خدمت اکثریت مردم برزیله. در ایران و ترکیه و روسیه و چین بله رشد اقتصادی میره بالا هر سال. ایران رشد اقتصادیش از طریق فروش نفت میره بالا، ولی بعدن چی میشه اون پول؟ بله اون پولی که از این رشد اقتصادی میگیریم به چه اتفاقی به جیب آقاها و آقازاده ها میره؟ بله. این آقاها و آقازاده ها هیچ مهم نیست تو کجا. اگر این آقاها و آقازاده ها مال حزب جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری هستن، به جیب اونها میره. در چین هم به جیب آقاها و آقازاده های حزبی میره که هنوز هم اسمش حزب کمونیست چینه. بله. ولی به مردم نمیرن. امروز شکاف بین فقر و ثروت هم در روسیه، هم در چین، هم در ایران، هم در ترکیه شدیداً هر سال افزایش پیدا می‌کنه، در صورتی که اینا کشورهایی هستن که GNPشون یعنی درآمد ناخالص ملیشون هر سال رشد اقتصادی بی‌نظیری داره. بله. برخلاف آمریکا، برخلاف بله. فرانسه، برخلاف انگلستان که رشد اقتصادیشون 1% 2%، چین رشد اقتصادیش 9%. بله. بله همه این کشورهایی که من اسم بردم رشد اقتصادیشون رفته بالا. ایران، ترکیه در مقام های دوم. بله ایران با فروش نفت هرچه بیشتر. بله دسیعن اینها رشد اقتصادی رو میبرن بالا. ولی این رشد اقتصادی در قسمت درآمد حاصل بله به کجا میره؟ آقاها و آقازاده ها بله. 1% ها بله. 1% مردم ایران، مردم نزدیک به 80 میلیون نفر ایران، 1%شون از این رشد اقتصادی بهره مند هستند. 99%شون کارگران، دهقانان، زحمتکشان دیگه، مخصوصا زاغنشینان که هر روز در آموزگاران، پرستاران، بله همه طبقات زحمتکش جامعه. بله بله متاسفانه این خیلی به اصطلاح مهمه. ما از آره از هم روز تولد مصدق و هم از این حادثه بزرگی در تاریخ ایران اتفاق افتاد 60 سال قبل یاد بگیریم. مسلماً ما نباید دوچار نوستالژی بشیم. مطمئنن بله. دیگه نمیتونه بیاد. مثل صدرخانی دیگه نمیتونه بیاد. ولی ما میتونیم از تجارب اونا استفاده بکنیم. ببینیم اون استراتژی که مصدق اون زمان پیاده کرد امروز در کدوم کشورها پیاده میشه. بله.